با درود، دیشب باز سفری کردم به خاطرات گذشته های دورم که فکر می کردم به دست فراموشی سپرده شده اند. به دوره جوانیم، دوره دبیرستان و دوست عزیزی که امروز با خودم یا با شما درباره او صحبت می کنم. جوانی بود شیک پوش، بزلگو و باهوش. یادم میاد که همیشه می گفت روزی 10 دونه مغز بادام می خوره، ورزش میکنه، مواظب سلامتی خودشه. به خاطر خوب بودن زبان انگلیسیش هم من هم دوستان دیگه با او رابطه نزدیکی داشتیم. همیشه نمره انگلیسیش 20. شاید هم به همین خاطر بعد از اینکه از دبیرستان فارغ التحصیل شد 2 سال در دانشکده علوم تربیتی مدرسه فوق دیپلم انگلیسی خودش رو گرفت و من هم مدرک فوق دیپلمم را در رشته ادبیات فارسی گرفتم. چون او به آمریکا سفر کرد، رابطه ما قطع شد و برای سالها همدیگر را گم کردیم. من در دانشگاه تهران در دانشکده علوم تربیتی مدرک لیسانسم را گرفتم و پس از اتمام دوره سپاه دانش مشغول کار شدم. بعد از 2-3 سال کار کردن از طریق برنامه فولبرایت با آمریکا آمدم. بعد از برنامه فولبرایت تصمیم گرفتم که برای دوره فوق لیسانس در دانشگاه منکیتو در ایالت منسوتا به تحصیل مشغول بشم. روزی که وارد خوابگاه دانشگاه شدم اتفاق عجیبی افتاد. صدای آشنایی از پشت سرم گفت بذار کمکت کنم نوری. وقتی برگشتم صدای قلب هر دوی ما به خوبی از فاصله های دور شنیده می شد. وای وای، خدای من، تویی رضا؟ تو اینجا چه کار میکنی؟ گفت من دانشجوی اینجا هستم. تو اینجا چه کار میکنی؟ هر دو سخت هم دیگر را در آغوش کشیدیم. من همسرم را به او معرفی کردم و او هم همسر آمریکاییش را. خدای من، تمام خاطرات گذشته در ذهن ما زنده شد. اگرچه زمان کوتاهی بود ولی چقدر به ما خوش گذشت و چقدر از ایران و دوره دبیرستان و از دوستان قدیمی یاد کردیم. گاه فکر میکنم ای کاش هرگز او رو ندیده بودم، چون پس از مدت کوتاهی اتفاقی افتاد که هنوز بعد از 25 سال خاطرش مرا عذاب می دهد. نمی دانم چرا، ولی دیشب خواب او را دیدم که باعث شد این مقاله را بنویسم و یاد او را در ذهنم زنده کنم. 6 ماه بعد از آشنایی ما یک شب تلفنی از همسرش داشتم که رضا در بیمارستان بستری شده. پرسیدم چرا؟ گفت که سکته قلبی کرده و درگذشته. قادر نبودم آنچه را شنیده بودم بپذیرم و قبول کنم. بیاد نصیحت او به ما افتادم که می گفت روزی 10 دونه مغز بادام بخورید، برای سلامتی شما خوبه. هفته بعد در مراسم یاد بود او این شعر را برای هزار می‌خواندم، شعری که شکایت همسرش از خداوند بود. شعری به نام
زود نبود بر رضا. دروده ای از محمد نوری. با هزاران شک و تردید، با دو صد شرم و حیا، با دو زانو به زمین و با دو دست رو به هوا، با دو چشمی پر ز اشک و با دو لب پر از دعا، با زبان بی زبانی از تو می پرسم خدا، با زبان بی زبانی از تو می پرسم خدا. زود نبود برا رضا، زود نبود برا رضا، زمینو ترک کنه منو تنها بذاره، دیدار با مرگ کنه. زود نبود برا رضا که به خدمت برسه، لب مرگو ببوسه تا بیاد پیش شما. زود نبود برا رضا. با صدایی چو شهاب بیدارم کردی ز خواب، سر تا پا گوش شدم چون رسید از تو جواب. با نگاهی مهربان آرامش دادی به جان، دست دادی به شونه ها، بوسه دادی گونه ها، گفتی که توی بهشت میون فرشته ها، بین سبزه گلا، توی عطر سنبلا، خالی بود جای رضا، خالی بود جای رضا. حالا فهمیدم چرا با هزاران عجله از میون قافله به حضور خوندی رضا، طلبیدیش اون بالا. چون شنیدم این ندا، بنده سر به هوا، از تو پرسیدم خدا، راضی هستی از رضا؟ ندا آمد از بهشت، این چنین بود سرنوشت، این چنین بود سرنوشت. میدونم که اون بالا زیر بال پری یا میون فرشته ها، زیر سایه شما، خوب و خوشحال رضا، خوب و خوشحال رضا. چون تو راضی ز رضا، همه ما بنده ها به رضای تو رضا، همه ما بنده ها به رضای تو رضا.